توی بحث آموزش یک خواننده‌ای که قدم در این راه میگذاره باید چه مسیری طی کنه. من چون آوازخوان هستم از بعد خوانندگی صحبت میکنم. کسانی که در زمینه ساز تبحر دارن میتونن راجع به ساز صحبت کنن که تا حدی ساز هم مشابه این هست. بعضی وقتا سوال میشه که خب یک کسی که میخواد قدم در راه آواز بذاره اصلا آیا همه میتونن وارد این مقوله بشن؟ آیا همه کسانی که دارن به اصطلاح به موسیقی علاقه دارن میتونن بیا خواننده بشن؟ یا اصلا همه ابنای بشر میتونن بیا خواننده بشن یا نمیتونن خواننده بشن؟ یا همه، حالا ما چون راجع به موسیقی ایرانی حرف میزنیم، آیا همه ایرانی ها همه میتونن بیا خواننده بشن اگر بخوان، دوست داشته باشن، علاقه داشته باشن؟ آیا میتونن بیا خواننده بشن یا نمیتونن خواننده بشن؟ من عرض میکنم که خیر، همه نمیتونن خواننده بشن. این خداوند هر استعدادی رو به کسی داده و هر آدمی یه استعداد خاص داره و اون افراد باید بتونن استعداد خودشون رو کشف کنن. اونایی که تونستن استعداد، به نظر من هر انسانی یک استعداد خاص و ویژه داره که خدا در وجودش قرار داده. بعضی وقتا این استعدادها کشف میشه، بعضی وقتا کشف نمیشه. یه کاری که امروز یعنی سال هاست، کار خوبی که دارن غربی ها میکنن و خیلی منشأ خیلی از موفقیت ها شده، استعدادیابی در سنین پایین. توی حالا از مهد کودک ها، نمیدونم، آمادگی از اون سطوح شروع میشه که میان استعدادیابی میکنن. حالا به طرقی که دارن بچه ها رو زیر نظر میگیرن، تک تک، هر دختر و پسر تک تک اینو زیر نظر میگیرن که این وقتی میاد اینجا تو این محیط که قرار میگیره، این به چه رفتاری داره، به چه چیزی علاقه نشون میده، بیشتر چیکار میکنه. انواع و اقسام بسترها رو برای این فراهم میکنن. مثلا قلم و کاغذ میذارن وسط، رنگ و آبرنگ میذارن، نمیدونم چیزای مداد رنگی میذارن، کاغذ میذارن، نمیدونم، انواع بسترها. فضای ورزشی ایجاد میکنن. بعد این آدما رو شون مطالعه میکنن، بچه‌ها رو، بعد میبینن که خب این به چی داره بیشتر علاقه نشون میده و گرایش نشون میده و این باعث میشه که اینو بذارنش تو همون مسیر و میبینن تو اون مسیر بعضی وقتا اینجوری کشف میشه. حالا ای کاش که ما هم این کارو بکنیم. بعضی وقتا پدر مادرها چیزایی که خودشون دوست دارن، آرزوهای خودشون رو میخوان تو بچه محقق بشه. مثلا پدر یا مادر دوست داشته مثلا نقاش بشه، نشده، حالا آرزوی خودشو میخواد تو بچهش محقق کنه، اونو میذاره به زور نقاشی. بعضی وقتا اون علاقه نشون نمیده، با زور میخواد این حتما بره بشه نقاش، یا حتما این بیاد بشه نوازنده، یا حتما این اصرار میکنن بشه خواننده. طرف دوست داشته خودش خواننده باشه، نشده، حالا بخواد تو بچهش محقق کنه، این بعد بیاد بشه خواننده، غافل از اینکه این اصطلاح نداره بشه خواننده. خوانندگی در درجه اول یک ژنه، در درجه اول یک ظرفیت خدا داده و اون ظرفیت خدا داد اگر در ما نباشه همه تلاش هامون بیهوده است، اصلا هیچ کوششی سود نخواهد داد، بیشک.